حالا اشکالی نداره، خیلی زحمت کشیدن که اینا رو برامون خریدن. بچه ها این خوبه؟ خیلی بهت میاد. آره ولی رنگش خیلی قشنگ نیست. بیا مهین جون اینا رو بپوش، ببین اندازته. چقدر قشنگه، مرسی نگین جون. خوش به حالت، جشن تولدش از اون جشن تولده ایونیه. بزن و برقص. و اونا که مهینو نمیشناسن، میشناسنت مهین؟ فقط یکیشون که اونم ایشالله بیفته تو چاله پاش بشکن و نتونه بیاد. نه به این چیزا فکر نکن. منم یه بار به همچین تولدی رفته بودم ولی اصلا بهم خوش نگذشت. اینا به لباسات خیلی میاد، امشب دستت کن. مشکله. منم یک عدم من دارم، میخوای امتحان کنی؟ بیا مهین جون اینا رو بپوش، اندازته. ممنون. خواهش میکنم. بیا مژگان جون اینم هدیه من واسه تولده. خیلی ممنون. خب بچه ها من دیگه باید برم. خدا خدا به سلامت. وقتی اومدی همه چیزو واسه هم تعریف کن. باشه. کجا دخترم؟ اما رحمان مامانه الان میاد، میخواد با هم بریم بیرون. خب هنوز که مامانت نیومده، بشین پیش من تا خانم مدیرم بیاد بعدم. حالا برم یه نگاه بکنم. نه نمیشه، تا خانم مدیر نیاد که نمیشه بریم. عباس آقا بجام دیگه، دیر شد. از کجا آوار میکنی؟ تو امیه خواه بجام دیگه. چطم؟ صبح جمعه من خراب کردی با این دختره. های قربونه یه آقا مهدی کن برس نوم خودی بیا بخور بایش اینجا بده خواهد پرین آقا مهدی منه. بجام عباس آقا بجامه سب با نونم بخوره. آقا مهدی آماده ای؟ آره. اینه بر سر بنام نشستی؟ بابا منو خوب گرفتی؟ یه بشی بیا. نه خب پای دیگه منه؟ تو بیا بشی تو من بله آماده ای بری سلام. سلام علیه. سلام خوبی امو رحمان؟ الحمدلله. اینجا چی کار میکنی؟ من منتظر مامانم.
به به خانم خانم ها چه به خودش رسیده. بریم تو دفتر منتظر باش اینجا خوب نیست بشین. باید همسایه تایی کچم رو نمیشتاسی؟ با چیش بکنه؟ من نمایی کار داره به بعد یه وای سایی داره مولم نکنه الان مسه سلام علیکم حاج خانم ممنون حالی شما خوبه الحمدلله من خوبم به خوبی شما آقا تو خوبه؟ آقا مونم تو خونه نشسته مطالعه میکنه الحمدلله ای قول بشم سلام حاج خانم خوبی؟ سلام حبیب خانم شما خوبی؟ چرا اینجا وایسادی؟ حالا میخوام برم خونه دخترم این سیبار میخوام ببرم یک ساعت هم اینجا ایستاده بیا میرسونیم آخه مزاحم نمیشم شما اذیت میشی بیا حاج خانم بیا بفهم آقا میدونم نه 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 میخواییم بریم با خانم خانم بچی پس ما بیام این جلو یه کمی نه دیدونم تو بیا جلو نشستی حاج خانه جانسیه بله ممنون جانه مالا موتوریه مینی بوسه مسافر کشه رفتیم ها بدی، دب دادم چه خبرت بچه؟ این سیبا صاحب داره ببخشید هاش خواهد، ببخشید من قربون دستت برم، آقا مهدی سیب سرخ برای دست چلاق خوب خوب هم من کار دارم، کار دارم، کار دارم من شفتیر کنندم هاش خانم خیلی منه چقدر نق میزنی؟ حالا میریشیم دیگه کجا منو آوردی؟ هاش خانه همین داشت من یک آز نزنی؟ بخور، خودت بخور یه دونه بردار دو خوشبه یه دونه هم واسه مهین بردار خوبه خودت که خوردی بچت هم خورد خانمت هم خورد هیچی مونده من دخترم ببرم نه ده هاش خانه من میخواد تو تاکسی بری کلی بوده تاکسیش میشون رسیدیم بابا همینجا نگرد بسه اینجا نه جوبر یک خواهد شما کار داره ممنونم حبیب خانم خدا حافظ شما خیلی زحمت کشیدید به سلامت من زیبم حلالم کن با آقا هم سلام برات عباس آقا برو دیگه برو دیر شو بابا همه رو خوردن دیگه چیزی نمونده سلام اشرم چطوری؟ سلام سلامت بهتره؟ خیلی ممنون بهتره تو که بازه که ببند بفرمایید سلام ببخشید دیر شده کجایی خانم؟ چرا قد دیر کردی؟ این بچه دق کرد فردوس رو بزرگ اینجا باشه از مدرسهش نیفته ها تو هم دختر خوبی باش حرف مامانه تو گوش کن درسش خوبه؟ خوبه که فرستادیمش مدرسه قبولش نمی کردم 10 نفر رو دیدیم شهریه آنچنانی و بچه های آنچنانی اما هوشش خوبه فقط یه کمی شیطونه تا دلت بخواد فضوله و زبون دار مهی خیلی خوب بیا اینجا رو امضا کن باشه من باشه دست شما درد نکن بریم امید خدا چرا قد دیش کردی؟ شد دیگه بیا کجا داری میره؟ بابا اینا رو که کسی بیا این دارم ببین سر نمیخوام بیا این با گومت نکنم از اون برکره چه؟ Thank you.
چقدر اذیت میکنی ها؟ خب یه چیزی بخر بگه. خب رو زمین خوشگلی رو ملوزه. خب بچه پولدارا که اینجوری نیستم. خب یه چیزی بخوام گلوزه که خوب بود رو سریع قشنگ بخر بره دیگه. مهدی کو؟ مهدی؟ 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 ست تو ها؟ مهدی؟ اونو بریزنم. معلوم هست تو کجایی؟ همچو کلتو میندازیم یه اینجا؟ بیا بریم. نمیام من اینا بخوام. بیا بریم دیر شده. من این میبریم. نمیام من اینا بخوام. خودما اینا. آقا یه دونه از اینا بریم. چنده؟ 300. بیا بریم. بیا این دارم ببین سلام عرفک بدم برای بچه ها بابا از اینو نمیخوام زیاد داره اونا که خوشگله اون نه اینو میخوام دست نزم کار جدیدم ها خوشگله میارم واسه چیز دیوونم کردی چی کار کنم بیا بریم مهدی بیا بریم چی میدونم چی بریم آره قشنگم ولی ما که نمیتونیم پولیشو بدیم که مامان تو رو خدا اصلا تالا منو تو بازار گردوندی دیگه یه چیزی بگیم اینا خیلی پولشه ما که نداریم بدیم ما خب اونجا بچه پول دارم میان دوست داری من کم بیارم خب دارن که دارم ما نمیتونیم بدیم بیا بریم بیا بریم مامان بیا دیگه بلی بیا بریم بیا بریم من نمیتونم اینا رو بخرم بیا بریم نه نکن مردم دارن نگاه میکنن مهین زشته بیا بریم بیا بریم نمیتونم بخرم بیا بریم ما من تا نخری از اینجا تکون نمیخورم برو دیگه مهدی برو سلام سلام بفرمی بگو دیگه کدوم رو میخواستی اون دستبنده که فیل داره فیلیه رو ماشاءالله چه سلیقه‌ای داره دختر بفرمی چنده؟ اجازه بدین حساب کنم این میشه 27 تومن تخفیف نداره؟ نه خانم مگه اینجا هول فروشیه نه آقا به درد ما نمیخوره خیلی گرمه هر جور راحت من اینجا قربونت برم بیا تو بیا مادر بیا آقا ببخشید دستبند رو بیاری خواهش میکنم من اینجا اینا رو گذاشته بودم واسه شب عروسی اما انگار امشب مهمتر آقا ببین اینا چند میشه بله خانم حتما ۳۲ تومن نرو از شما برمیدارم اونم که 27 تومن بود شما 2 تومنش هم نده 25 تومن کلن میشه که من 7 تومن باید به شما برگردم اینم بقیه پولتون بفرم مبارکتون باشه فقط بلوزت خوشگله مهدی جان کثیفش کردی هنوز چی نشده که یه وقت به بابا نگی ها من گوشوارم رو فروختم خب؟ البته ماشین برم بخواد تا بگه گرو کشی میکنی؟ اونو ولش کن غذا تو بخور به آرزود که رسیدی بخور چی نمیخوره؟ شب میره
خیلی میخوره. به تو چه؟ بلش کن، اصلا بی خودی آوردمش، نباید با خودم میاردم. غذا تو بخور. تو چه دیگه؟ از صبح همین جوری هی میری تو هم. یاد باباش افتاده، فوزول شکمو. چته؟ دعا کن نیاد ماما. کی نیاد؟ ملیه، یکی از همکلاسیامه، همه چیز منو میدونه. بهش گفتم بابا معتاد بوده و مرده، غیر از اون هیچ کس اینا رو نمیدونه. اگه امشب بیاد و بگه دیگه آبرو میره. واسه چی گفتی؟ آدم مگه همه چی رو میگه؟ سفره دلشو واسه دوستشم باز میکنه؟ حالا کجا معلوم بیاد؟ مامان دعا کن امشب نیا. دعا میکنم. حالا غذا تو بخور. بخور. یه روز پسره میدونم مغازه الکتریکی. آقای مرشم چی کار میکنی؟ هیچی مامان هیچی. آقا خیلی ببخشید، معذرت میخوام. مغازه رو میگه مگه طوری شده؟ چی کار کردی که میگی معذرت میخوام؟ آدم که الکی نمیگه معذرت میخوام. این میگه که نمیشه بگم، معذرت میخوام، خیلی ببخشید. یه چی شده؟ خودش فکر میکنه از این لامپای بزرگ رو زده شکسته، نفهمیده بشم حالا نمیگه. میگه اگه طوری شده بگو، من دعوات نمیکنم، کاری نمیکنم. میگه خیلی ببخشید، معذرت میخوام، آخه نمیشه بگم، چجوری بگم؟ میگه که بس تا در رو باز کن. وایسا وایسا، من برم در رو باز کنم، وقتی برگشتم بقیهش رو بگو. خوب خب، کی شد بقیهش؟ روز برگرده، خوش اومدی، یه دوستان چه گل قشنگی. سلام. سلام ولی هجون، خوش اومدی. یه به دوستان معرفی کنم. بچه ها اینم ملیه، این دوتا همسایه های طبقه بالا هستن، ماندانا و منیجر. سلام. اینم چه خوب میشناسیم، واسه چی گفتیم؟ آدم مگه همه چی رو میگه؟ سفره دلشو واسه دوستشم باز میکنه؟ ده بگو دیگه. مهین بقیه شو بگو. چی؟ جوکو دیگه ادامه شو بگو. یادم رفت. چی رو یادم رفت؟ پسره میره مغازه الکتریکی، هی میگه معذرت میخوام. خب بقیهش هیچی دیگه. خب تعریف کن ما هم بشنویم دیگه. آخر کار میگه اعلام واسه مسترم بخواستم. بیمزه. خیلی جالب بود. تو این چه کاره از کجا یاد گرفتی؟ برشنگه زده کنش شادا شادا شادا. اگه دختر بودی چی کار میکردی؟ وای چی بله و موش بخورد تو دلا. خودت یا موش رو کور بخورد تو پلو. چرا حالا موش کور؟ ای که نبیدین چی میخوره. واه بیمزه. بفرمایین بفرمایین. بخدا جونیستم. آره مهین ادبیاتش خیلی خوبه، شعر میگه، قطعه ادبی مینویسه، همه رو هم حفظه. چه خوب. بچه ها مهین باید یکی از شعراشو برامون بخونه. آره نه الان نمیتونم. بخون دیگه. راست
راست میگن، منم برات میزنم. ماما اون موسیقی رو خاموش کن. پیراهنی از سنگ. روزی که به دنیا آمدم، مادرم پیراهنی از سنگ بر من پوشاند. مرا در قنداقی از سنگ پیچاند. من گیاه کوچکی بودم که از میان دو سنگ بر آمدم. از شکاف سنگ ها سرک کشیدم، آسمان را دیدم، خورشید را، ابر را، باران را. باران بر من بارید، به من شیر داد. طوفان شد، سنگ ها به من پناه دادند. سرم را بر سنگ گذاشتم، سنگ سخت بود، نرم شد، مهربان شد. مادرم سنگ است، پدرم سنگ است. من گیاه کوچکی بودم که از میان دو سنگ برآمدم. مثلا تولد خوشگله. ببینم دریا، حالا این چی میخوره؟ همه چی خوره. مهتاب، نمیخوای چجوری اینجا نگرش داری؟ تو تراس برش جا درست میکنم، تربیتش میکنم تا با ادب خانوم، بفرمایید. امشب هم باید دیر بیاد. ترافیک، ترافیک. تولد، تولد، تولد مبارک. مبارک. دارم شادی می‌کنم بابا. سلام بابا.
سلام عزیزم، تولدت مبارک. من نمی خواهی معرفی کنی برای بچه ها؟ اینم از بابا، دکتر بچه هاست. بابا اینم بچه ها، دوست ها و همسایه ها. مرد این از کجا اومده؟ اینم دوستمه، ازش خوشت میاد؟ چقدر شبیه توه. یعنی من دماغم اینقدر گنده؟ ماما شوخی میکنم. خیلی خیلی خوش آمدی دختر گل، چه لباس زیبایی پوشیدی. بابا ماما خوبم؟ خوبم، تو نمتونم. تشکر. خیلی خوب مختب جان، برو پیش دوستم. آرش ما بهتر میدی یه وقتی به بقیه مهمونا بدی، خود هم یه استراحتی بکنیم. از بیمارستان زنگ دادن؟ بله، طبق معمول آقای دکتر حسنی گرفتار بودن و بنده رو به جای ایشون احضار کردن. نمیری که؟ نه، گفتم فقط اگر کار بسیار مهمی پیش اومد زنگ بزنم خونه، و الا که کلی مهمون دارم امشب. امیدوارم این کار بسیار مهم پیش نیاد. ان شاء الله. اینم یه ساندویچ رو بچین، یکی دیگه دیگه رو بیارش خور داره. پیداش نیست، کجاست؟ مهینو میگی؟ رفته دستشویی. خیلی وقته رفته ها. برو ببین چه شده. باش. مهین، مهین. چیه؟ حالت خوبه؟ آره خوبه، حالا میام بیرون. پس زود باش، بابا اومده، میخوایم ساندویچ بخوریم. باشه باشه. خیلی خوب بچه ها، شام حاضره. خواهده بیشتر رو بیدش کنیم. بریم بشینم. اینم شام میدونم. یه پاش آرش بفرمایی بفرمایی. تو هم سرسده نکن. بفرمایی. وای میشه جان دخترم. بفرمایی. سلام آقای سلطانی، بفرمایید. خانم بگید جدن این من سرسده نکنم، بالا پایین نپرم. من مریضم، حالم خوب نیست. سخت داریم نیست، حالم خراب میشه. والله همسایه آذری خوب نیست. تو رو خدا ببخشین آقای سلطانی، بچه‌ام دیگه چی کارش میکنم؟ آخه امشب تولد مهتابه.
بفرمایید تو. بفرمایید خوشم. مبارک باشه ان شاء الله. به به جناب آقای سلطانی، فروخ چه تعارفشون نمی‌کنه چی؟ یه خورده اگه شب بخیر قربان. آخه اگه خوبی شما. مبارک باشه ان شاء الله. دیدم. خیلی خیلی خوش اومدید. ببخشید دیگه دست تولد بچه‌ها ساکت. مبارک. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. خیلی خوش آمدین. فروخ جان یک چایی برای آقای سلطانی لطف کن. خب قربان چهار، چه احوال، چه خبر، چطورین؟ خوب نیستم آقای دکتر، اما از درد تنهایی، از وقتی که زنم رب خیلی تنها شدم. صحیح. بچه هم که سوی خودشونم. آخه آخه قابل درک آقای سلطانی، سخت. بفرمایی. متشکرم. دست شما در بند. بفرمایی جناب سلطانی. شما صد درصد آقای سلطانی تشریف بیارین بیمارستان، یه نوار قلبی بگیریم، یه تست ورزشی، اینجوری خطرناک تا حتما دنبال کنید. هر چیزی نیست که بشه با شوخی کرد. آره خدمت میرسم. پیش ببخشید آقای دکتر، بوی چیه؟ خیلی بوی تندی میاد. سلام. اتاقه بابا رو زدی؟ معلوم میشه؟ چی شد؟ باش آقای دکتر، من به بوی تون حساسیت دارم. بله من؟ قلبم ناراحت. من با اجازه مرخص میشم. خواهی ببخشید جناب شد باز میخوام ببخشید. عزیزم تو چرا اینجا نشستی؟ پاشو برو پیش مهتاب. مهتاب جا باز کن. آفرین. برای دوستتون جا باز کنی؟ بیا اینم ساندویچت. خب کسی دیگه ساندویچ نمیخواد؟ من که شام نخوردم. شاید خودم خودم نمیدونم. امان از پیری. ولی اگه شام خوردم پس چرا گشنمه؟ بهتره که نخورم، دارم چاق میشم. وای مامان جانم، کیکو برده بیار دیگه. مامان یه لحظه بیا. چیه؟ ببین چی شده، بابا رو باید بفرستیم کیک بخره. این وقت شب؟ همینو میبری. حتما کاری این قاضه است. کجاست؟ نمیدونم. شکار کرده؟ قاض کجاست؟ کیک خورده در رفته. لابد رفته با خواسته وقت خواستشه. آخه کجا؟ کجا رفته؟ کجا؟ شاید رفته سیرمون. هی بگم. آره عشقا قیمش نکردی؟ شاید رفته تراز آب کلی کالش. همه را دست آرنس باید کنه. آه. 86 87 89 بچه صدا از پایین زود باشیم. یواش مواظب همسایه‌ها باشیم. آقای سلطانی حالتون خوبه؟ آرش بودو برو به مامو بگو بیاد. بودو آقای سلطانی حالش هم خورده، به بابا بگو بیاد. وای سعید، سعید، سعید چه؟ بیا آقای سلطانی حالش بد شده، بیا. بودو برای چی؟ بابا
چی شده؟ نمیدونم آرش اومد گفت. چی شد آرش بابا؟ چه اتفاقی افتاد؟ وقتا بابا بگی کنار بیاد. امون جان بودو بودو قاضی ببر بالا، الان همسایه‌ها از خواب بیدار میشن. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ ما دنبال قاضی گشتیم، دیدیم آقای سلطانی افتاده اینجا. یعنی چی؟ همینجوری افتاد؟ بچه ها بریم بالا. آرش بابا بودو بالا، بودو بالا بی سر صدا. همسایه‌ها رو بیدار نکنیم. بودوی بابا پوشو بریم پایین یه فشاری بگیرم از اینجوری که نمیشه. مرد حسابی شما دیدی سنت به قازبازی نمیخوره. بودو بریم بشین سر جاتون با این هدیهت. بیا بشین بفن. دراز بکشیم اینجا، من برای اطمینان بیشتر فشارتونم اندازه بگیرم. دراز بکشیم سینه بالا بذاریم. جام سلطانی شام خورده بودی آقا یا نه؟ نمیدونم آقای دکتر. خوردم نخوردم؟ بله احتمالا شکمتون خالی بوده، فشارتون افتاده. استراحت کنی خوب بشه. نفس عمیق. خب مسئله نیست، همون دواش استراحته. ببخشید آقای سلطانی، این تولد ما باعث زحمت شد برای شما. خیلی ببخشید. شب بخیر. دوتان دارم ببندید. چشم چشم. آقا تعارف نکنی، یا مسئله ای شد حتما خبر کن بار. خب دیدم که گرفتارت بشیم. مینی که رفته شو او آقا مهدی جون من که بینه خونه تنها هم اگه میشه بچه تو می شوهر اول تر که عملیش کرد یا پشت میشه. حالا نوبت منه. امشب شب مهتابه، طبیبم رو میخوام، کیکم خوراک قازه، طبیبم رو میخوام. این خوابت رو بیدارش کنی، مصرف رو شیارش کنی. این گویی فلونی اومده، اون یار جونی اومده. اومده حال تو، احوال تو، سفید روی تو، سیاه موی تو، سفیدن برود. شب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه، حبیبم رو میخوام. خوابت رو بیدارش کنی، مصرف رو شیارش کنی. گویی فلونی اومده، اون یار جونی اومده. اومده حال تو، احوال تو، سفید روی تو، سیاه موی تو. از بیمارستان دارم. بله سلام علیکم. نقص کرده آقا جون، دلش درد میکنه، بیتابی هم میکنه. من از راه دور چیکار میتونم براش بکنم؟ همون شربتی که آقای دکتر حسنی تجویز کرده بدید بهش بخوره، بعدم از تختش بیارید پایین، ببریدش تو هوای آزاد قدم بزنه، خودتونم سعی کنید ازش دور بشید. بابا. بله بله خداحافظ. شب تولد بچه‌مو راجب نفق و نمیدونم ازش دور شدن و بچه‌ها به افتخار مهتاب جون دست بزنین بیاد شمعای کیکشو خاموش کنه. همه دست. تولد 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 مبارک مبارک. دست بزنین دست بزنین. مبارکه. تولدت مبارک بابا. دست بزنین دست بزنین دست بزنین. تولد 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 تولد. خوش آمدید. خوابم نمیده. بله بچه های مقدار سرچه دام میکردن درسته؟ خیلی خوش آمدید. مبارکه نیستم. اختیار داریم بفرمین. مبارکه باشه دخترم. مراهمی. خیلی کنم. فکر کردم شب خیلی بد اخلاقی کردم. اختیار نمی گفتم بیان تبریک بگم. خیلی خوش. آرش این کار تو چه کاریه؟ کجا رفت؟ آیده تو عوض میخوام. اینا هدیه های جدید دیگه. خب جمعیداره. خب اجازه بذی کیک براش بگم. بفرم این جناب سلطانی. آیده تو این چکارش کنم؟ یه کارش بکنم. خیلی خوب بچه ها، حالا نوبت کیک خوردن شما. صبر کنید، اجازه بدید، اجازه بدید. یکی یکی یکی. نه
اینه که تولد خودم خوشمزه تر بود. بابا خیلی خوشمزه است. بچه ها دستم درد نکنه ها؟ خب دست درد. جناب سلطانی ببخشید ما رو دیگه با بچه ها گرفتار شد. آیدی که این کیک میخوره. شما خودتون نخوردین هم نخوردین. قند خونتون میره بالا. بیشتر به این قازه برسیم. مهمون ما از راه دور اومده. حالا آقای دکتر ملازم میفهمید که خودشون داره از خودتون پذیرایی میکنن. خب. اگه گفتیم وقت چیه؟ باز کردن هدیه ها. خیلی شلوغ نکنیم بچه ها. آروم بریم سمت هدیه ها. بریم سمت هدیه ها. همسایه های دیگه اذیت میشه. جناب سلطانی ما رو ببخشید دیگه. گرفتار بچه ها شد. آره اون کار چیه میکنه این خانم؟ خیلی خوب ملی جان، زحمت باز کردن هدیه ها با تو. مهتاب جون تولد مبارک. مریم مرسی. دست شما درد نکنه مریم. دست درد نکنه مریم جون. مبارکت باشه. به افتخار مریم خانم دست میزنی. مبارک باشه. بعدی تولد مبارک پریسا. مرسی چه خوشگله. مبارک. دست درد نکنه عزیزم. متشکرم. مبارک باشه. ملی خانم حالا اون کادو بزرگ رو باز کن ببینیم چیه توش. سعید بامزه است. دکتر خیلی قشنگه. نیمشه جون مبارک. خیلی قشنگه. خب حالا بعدی اینم از هدیه ناقابل خودم. بارک چه کتاب خوبیه. ممنون ملیه جان. بچه به افتخارش در مبارک باشه. خب حالا اونو باز کن ببینیم چیه. برای دوستم مهتاب که شبهای دوستی را رفشان میکند. دوست همیشگیت مهین. با چکه چیه هم؟ چقدر قشنگه. وای چه خوشگله مهین. چی کار کردی؟ خیلی قشنگه. دست درد نکنه مهین جون. مبارک باشه. چی آورده؟ مامانم گفت گل ببر. گفتم فقط گل به کتابم ببر. کتاب که خیلی خوبه. خودم هم میدونم خیلی خوبه. تو زحمه رو زدی یا؟ بچه ها یه آهنگ بزنید براتون برخصن تا ببینید دود از کنده بلند میشه. شما هم بله. آی سلطان صبح امروز دو بار بسر خیابون من هشت مسافره هم عجله داشت. تو رو خدا زود کن الان بچم تک و تنها سر کوچه باستاده. مایی چی بکنه من؟ ها؟ حتی کنه چونی؟ مایی چی بکنه؟ حتی دخترت مفرسی یه همچی جایی؟ لا 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 اصلا اونی چی به این مهمونی های عیونی؟ که دیگه که دخترها مردم خراب بشن بیا برای یه لغمه نونش دبی که به دخترم برش یه جا تربیت بشه آدم بشه برای دنبال زندگی خواهد بهش نگفتی لغمه کلک گربه ای بر نره. نه این مادرت بمیره. الان ببین بچه چه حالی داره. بی خودی جوش نزه شیرت خوشما. اتفاقا حالش هم خیلی هم خوبه. الان هم دارم برای من بشکنه بالا بنداز میکنه. تو هم هی هرس بخورو به جون من نقمته. ثابت برکو زندگی که برکو برای دنبال دختر مردم. یه چی هم بده کار باش. کجا؟ هنوز کسی نیومده ببرتت که؟ چرا سر کوچه وامیستم؟ زحمت دادم. زحمت کشیدی عزیزم، خصوصا با اون هدیه خیلی قشنگه. اگه نیومده بودم ببرنت برگردی یا خوب نیست دختر تا این وقت شب تو خیابون بمونه. اونم زیر بارو. بچه
خدافظ. خدافظ. مشکل. برای چی؟ خودت میدونی. ما با هم دوستیم. فکرای بد نکن. الان میام. میخوای برسونیمه؟ ما از دوره خواب دارد میشه. نه ممنون. امشب اونجا نمیرم. از خدا. خدا. دختر جون تو که هنوز اینجوری ایستادی؟ کسی نمید ببرته؟ چرا؟ عمو میاد. حتما کوچه رو گم کرده. آخه اسم کوچه پشت درخت دیده نمیشه. عمو تلفن همراه داره؟ آره ولی شمارش رو اسم نیستم. ما با هم رفتن شمار میرم خونه اونا. من خانم ماشین عمو جون چیه؟ چه رنگیه؟ چند تا ماشین داره و بعدش توپه. یه BMW داره که زرشکیه. یه بنزن داره که رنگش یادم نیست، فکر کنم سفیده. یه پرایدم داره که نوکر سوار میشه. خیلی خوب، تعارف نکن. بریم خونه ما پیش مهتاب ما بمون، منم میام اینجا منتظر میمونم. ماشین عموتون که اومد خبرت میکنم باش میمونم. آخه بعد شما برین، اگه نایمد میام. بیا بریم، بیا بریم خونه ما، تعارف نکن. بیا بابا، دوستت اینجا زیر بارون مونده بود، فرستادنش اومد بالا. به مادرت هم اطلاع بده من اینجا منتظر میشم تا عموشون بیاد دنبالش. بس بابا، نگران نشی. بیا تو، بیا تو. چقدر خیس شدی. وای سر رو نخوری دختر جون، مگه نگفتم اگه نیومدن بیا بالا ببینمت؟ چرا اینقدر ناراحتی حالا؟ کجا؟ وایسا ببینم. که بریم تو آشپزخونه. ها مهتاب، بیارین تو آشپزخونه پیش من. بیا دیگه. بیا خودتو. من میخوام ظرفا رو بشورم، تو هم بیا اینجا بشین پیش من. میخوای مانتو تو در بیارم؟ نه. خب بذار روسری تو عوض کنم. نه. باشه عزیزم، هر جور راحتی. چقدر خیس شدی. حبیب جونه. ها. دیدم پا تایی خیابو آمیه. آقا من نمیدم به تو نگفت کدوم خونه، کدوم خونه، کدوم خیابو. دختر کوچه وامیسته بغل پاکیتون خو، ساعت 11 رسمت سر کوچه یه مینی بود واسطاده بود. آقا این چه نشونیه که تو داری به من این هم مینی بوسا برن دنبال کار زندگیشون یه جا نوستن که ببخشید شما به کسی اومدید؟ ببخشید که اومدید دوباره کجاست؟ آه
تای خیابون که رسیدید سمت راست 20 متر که رفتید سمت چپ پاپ بینید. آقا برسیم چکرم. این دختره کوش؟ نمیدونم. من این خانم این ماشین نیمد دنبالتون که دختره اینجا نیست. اه اه من فرستادمش بالا. یه دقیقه رفتم تو اتاق تمیز کنم برگشتم دیدم نیست. مهتاب بابا این دختره کیه؟ میشناسیش؟ دعوتش کردی؟ هم کلاس همه دوست صمیمیم هم هست. در صورت مشکوکه. برو پایین بابا پلوش تنها نباشه، من کتمو تنم کنم بریم ببینیم بالاخره کسی میاد سراغش یا نه، بعد خودمون برسونیمش در خونش. کجا؟ واسه برو کتتو بپوش با این کارا. باید بریم؟ باید بریم بالای شهر، خوناشون بالای شهر. من بر میگردم خونه، من بر میگردم خونه، نمیرم اینجا نمیرم، من بر میگردم خونه. عباس آقا تو رو خدا یه دور دیگه بگردی، فقط یه دور، تو رو خدا عباس آقا بلم خوزن، تو رو برو رفت، یه دور دیگه بگردی، عباس آقا بگرد. آی آی خوشی مرد حسابی چیکار داری میکنی؟ این چه جور طرز رانندگیه؟ این دیگه جلو من که چی بشه؟ نزدین یه چیم طلبکاری؟ ها؟ یعنی خدا موتورم داغو کردی؟ ای تو ای خدا حالا شما طوریتون نشد؟ نه آقا مارد خدا کنه ای فرم اشکسفا اشکسفا که به تو هم اشکسفا رو اون رو بنه من میگم پا اشکسفا تو که نمه نیمی ای فا ای بنه ای دنه پا خدا درست کرد. آقا مهندس باید یه چیزی نست کنه زنه بچه من ببینه این موتوره بفهمی چه موتور بهت بایم عزیز من نصف شبی گیجی گیجی با موتور رانندگی میکنی، کلای ایمنی هم سرت نیست، به چیزی هم طلب کاری احساس میکنم تو معتاد. من معتادم؟ مای همچی فضه نمیده بیده اون فیلمه که بلم کنه مای یه معتادی بهت بشون بهم که کنونت بریزتی بیده اون دهنه چیزی نیست عزیزم ناراحت حالا که طوری نشد تو رو خدا کلا که قضیه رو بکن تموم بشه بری. میخوای یه پولی بهتون بدم بری یا اینکه وایسی تا پلیس بیاد؟ ها باشه رسیم اینجا تا پلیس بیاد. حالا چنی مخواه بری؟ چه میدونم 10,000 تومن برای موتور، 10,000 تومن هم برای خسارت خودت، اینم 20,000 تومن بگی نه نمیشه بچه ها گود بزنیم ده تا معنی بر ای بابا عزیز من مگه پول عرب خیش من همینجوری بدم به شما همه تقصیر ایزنه این استرشنی منه که شده وسط یه خیابونا همه تقصیر طوره حواظ آقا حالا که طوری نشد اصلا منی چی هست نه حرف تو نه حرف من پنج تا محلی برمیش برای این اکس خواب خوبه خیلی خوب نم کنچ بگیم ای قربون اون دسته باش بنام آقا الان مگه وقت فول شمردن عزیز من زیر این بارون نصف شبی ببینید موتوری تو رو اون بره برید آقا حباز نزه بره بشون لا خیلی خب برید برید اون لا من برم عزیز من تو بنام بلست تو ده همه این تقصیل کنم همه این تقصیل کنم اینجا بنام Thank you.
دست بردار زن، باید بریم خونه، هر تو سومه دلم راضی نمیشه، تو میخوای بری برو، من اینقدر میگردم تا پیداش کنم. نشیه، این وقت شب کجا میخواد پیداش بکنم؟ پیداش میکنم. چه باعثه برم این نامو، بعد آخ کجا مخبری؟ پیداش میکنم. ای خدا، ای پروردگار عالم، من از دست این زن نجات دادم، من چی بکنم واسه پسر این زن؟ عباس آقا خاموشه بیش اومده، چی شده؟ سلام جانم، سر به حال شما خوبه؟ من دنبال بچه هم میگردم، هر بود اینجا وایسه، ببرمش خونه، رفته تولد دوستش. در دوازده سالش بود؟ بله، یه روسری زرشکی گلدار سرش بود. وای که برد میگشت، بعد گرسه تلفن ایستاده بود، از پرسیم که چرا اینجا ایستادی که منتظر عموم ایستادم، وقتی برگشتیم دیگه ندیدیمش. اون چی اینجا ایستاده؟ کی؟ شوهرمه، با موتور اومدیم خراب شد، دیر شد. این مرده که توش تولد گرفته بودم میدونی کدومه؟ نه خراب بود همینجا وایسته. خب مثلا در انشالله پیدا میشه، اگر مشکلی پیش اومد به کلانتری محل یا به پلیس فرده اطلاع بدی. ای قربون رو دهنت بیانم سر زنده باشه، لطفا این موتور هم برده که باعث تصادف نشه. چشم بیانم سر خودم هم بسرم خانم خانم بیا بریم دیگه. تو خدا من خونه نمیام یا بچه همو پیدا نکنم نمیام. بیا بریم اون خونه خانم. میخوای بری؟ برو برو، باباش نیستی که دل وافتش باشی. ای خدا منو بکشه تا هشتر تو رو اون بچه هم سلاحات بشه. خانم این وقت شب ببینه این خیابون خلوت، آقا کجا داری بری؟ باتونه بارتونی چکرش بخواه بری برو، فردا صبح تکلیف تو روشه مخونه. نه 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 کجا نی؟ کجا نی منو بری نی؟ عباسی رو بری نی؟ ای گفتی نجیب هست، سر به راه هست، زن زندگی هست، سرش به زنگ زمونه خورده. چی بکنه؟ این تو هر جاده مایی خدا چی بکنه بعد از این زن و دختر قردی؟ ای خدا نو چی بکنه با کسی و چه دستن تو نسته این زن؟ چی بکنه واقع؟ چی بکنه واقع برو بد بد؟ بایی بده بایی برم باقام از سمام به هم افتیه برگرد بنه. مهتا بابا دوش برم بلند شو برو عقب بشین که دوشت هم تنها نباشه. پوشو بابا آفرین باری کلا دخترم، آب باری کلا. من این خانم دخترم بالاخره کجا باید بریم؟ راستیتش منم بچه این برا نیستم، آخه میدونی من بچه این پایین ماینا. مستقیم بریم میرسیم به یه میدون، بعد میدون رو دیگه بهتون میگم، اسم کوچه یادم نیست. دختری مثل این سال شما دیگه حداقل باز خونهش رو بلد باشه. لابد تو هم مثل مهتاب من هر جا میخواستی بری گذاشتن تو ماشین بردنت و قبردنت، برای همین هیچ رو بلد نیستی. درست مهتاب جون؟ عزیز دردونه یکی یه دونه ای بابا. امشب شب مهتاب عزیزم رو عزیزم علیک سلام، زنده باشی. دنبال جایی میگردی؟ طوری شده؟ امشب تو این کوچه تولد نبود؟ کدومشون میخوای؟ سه تا تولد بوده، از آشغالاشون میفهمن. یکیش تو همین ساختمونه، دو تا تولد هم تای کوچه داشتی. یکی تولد خانم اسماعیلی بوده که هر وقت تولد داره به ما میرسه. بفرمایید. شیرینی ناقابله ناشه جان، واسه چی میخوایی بدونی؟ دخترم تولد دوستش بود، اومده تولد گمش کردم. نگفت کدوم کوچه، پلاک چند، کدوم طبقه، کدوم واحد؟ این مینیبوس رو سر کوچهشون نشون کرده بودم. مینیبوس از فراغاست، ماه دیگه تولد پسرشه،
اسم پسرش هم کامرانه. ای بابا دخترم، این کار شما دو مشکل پیش میاره. یکی این که آلودگی صوتی ایجاد میکنه، برای مردم ضرر داره. دوم این که آقا پلیس ماشین ما رو 6 ماه میخوابونه. به جای این که این نوارا رو گوش کنید، بهتره که من براتون زنده اجراش کنم. خروبک میشه روشن چراغا، میانم مدرسه بیرون کلاغا. مرزا جون، ببخشیدم شب تو و بابا تو زحمت انداختم و داری میره. بابا این حرف چیه؟ بله عیزم، نه نه هنوز پیدا نکردیم، نتونستیم پیدا کنیم. باشه چشم، من میام خونه برای توضیح میدم. خدا نگه دارم. خب کجا بودیم؟ رسیدیم، همینجا. هیچ وقت خوبیتون رو فراموش نمی کنم. فراموش. خب مهتاب جون، از طرف مامانت از من تشکر. چی گفتی؟ اوه ببخشید، برعکس. خدافظ مهتاب. خدافظ آقا. خدافظ دخترم، شب بخیر. دیگه بابا خوابم میاد. خب چی میشه آخه؟ خب میره خونهشون دیگه، کاراش مشکوکه. تو چقدر اینو میشنسی دخترم؟ گفتم که هم کلاسم، شما خیلی مشکوکی. چه نمیرین؟ من که راحت میشه. سلام، من نهینه. میشه در رو باز کنی من بیام؟ بیمی دخترم، بهت گفتم این دختره دوست یه جوریه. وقتی میگی بابا الکی مشکوک، بریم بیاریمش. فقط مواظب باش چیزی بهش نگی که ناراحت بشه. خب بابا؟ باشه. پیشنهاد میکنم امشب بریم خونه ما بخواب، فردا صبح هوا روشن میشه، بهتر میتونیم آدرس تو پیدا کنیم. بابا راست میگه، میریم خونه تو اتاق من بخواب. خب Thank you.
بچه ها یه لحظه تو ماشین منتظر بشین، من برم پلوین بند خدا و پیم. سلام علیکم. سلام. اجازه بده بیا بیرون. من برای دیمه درست میکنم. این راه اینجوریه. لباس چرا شب رنگ نداره؟ آقای من زمان کن میشه. لباس خطرناک کار دسته دیگه. این لباس ها باید جلوشون شب رنگ داشته باشه. میدونی سالی چند تا آدم تو الفه شما ماشین بهشون میزنه؟ بابام تو اینجور کارا خیلی حساسه. آخه پدر بزرگم شهردار بوده، اونم از اون شهردارایی که مردم خیلی روش حساب میکردن، کارگران خیلی دوستش داشتن. بابامم کار شهرداری رو از اون یاد گرفته. آخه بچه شهردار دیگه، بعضی وقتی که رفتگر میبینه یاد بابا بزرگم میفته، میره بهش کمک میکنه. درست شد. شما درد نکنید. برای دختر ایدونم. پدرم مثل ایشونی رفتگر اوائل وقتی همسن شما بودم هر از باری خجالت میکشیدم. بابا آبروریزی نکن. او باشه چرس بچه ها. پدر من مرد زحمت کشی بود. یه شب مثل همچین شبی وقتی داشت مثل اینها تو خیابون کار میکرد یه ماشین بهش زد. سه ماهی بستری شد. بعدش هم علیل شد و تو خونه افتاد. خوب یادمه سال آخر پزشکی بودم. میومدم کمکش. پدرم عاشق کارش بود. به سختی اما شرافتمندانه زندگی ما رو اداره میکرد. بچه هم مگه یه رفتگر چقدر درآمد داره؟ تو خونه ما به جای هر چیزی قاشق چنگال و کارد میوه خوری بود. آخه میدونیم بچه ها مردم وقتی آشغالاشون رو دارن میریزن تو سطل زباله درست دقت نمی کنن ببینن قاطی آشغالاشون چی هست چی نیست. درست مثل این مهتاب من که سر به هوا. ببینیم به کسی نگی پدر بزرگ مهتاب چی کاره بوده ها. حرف بابام جدی نگیر. اگه خواستی بگی بگو شهردار بوده. مهتاب بابا پدر من مرد خیلی زحمت کشید و من بهش خیلی افتخار میکردم. هیچ وقت هم پنهان نکردم شغلش. بله. ای بابا. بابا من نمیتونم. خیلی خوب. خیلی خوب. دارم میام. چشم. اتاق عملو بگید آماده کنم. خدا. چی شد؟ کجا داریم برمیگردیم؟ کجا میریم؟ من نمیام. اختیار داری؟ مگه دست خودت دخترم؟ ای بابا امشب هر جفتتون با من خواهید. عمو عزیز سلام، خسته نباشید. سلام آقای دکتر. می‌خواستم ازت خواهش بکنم مراقب بچه‌ها باشی یه وقت جایی ندم. میره چشم. قربانت. بفرم. بچه شما هم دیگه تو ماشین باشین، من برمیگردم. فقط ممکنه که برگشت من یه مقدار طولانی بشه. خواهش میکنم جایی نده. محسوب جون کار بابات خیلی سخته. سختش نصیب ما همیشه دیگه عادت کرده. فشار مریض رو چک کردین؟ بله همه کارش انجام شد. دکتر روحانی چی؟ کاراش رو کردین؟ کارش بردم بله. مریض آمده عمل. آه.
دختر کجا میری؟ مامانم بیرون. نمیشه برگرد. نمیشه بیرون. برگرد. نمیشه خدافنه برگرد. شما اینجا چی کار میکنید؟ من دوست دختر آقای دکتر افتخاری هستم. خب مبارک باشه. خانمش هم میدونه که تو دوستش هستی؟ بله که خبر داره. امشب هم با هم بودیم. حالا منتظرم آقای دکتر بیاد با هم بریم خونش. راست میگی؟ چه زن فداکاری داره دکتر؟ بله خیلی زن خوبیه. خیلی خانومه. بله بله. شمارشون چنده؟ درسته. سلام. سلام. خوابت نمیبره؟ نه فقط یه خورده از صدای آسمون قرنبه میترسم. آسمون قرنبه که ترس نداره. چت شده؟ شکمم درد میکنه. فردا میخوان عملم کنن. قصه نخور خوب میشی. از کجا آمدی؟ از مراغه. خیلی دوره؟ الان میام. این آمپول رو بزنم. بیا منو بکش. بکنه دستی زد. حالا که مخواد خواست صبح نرزی برد اونجا قربونت برم که یه بنایی بیشتیم. بیا قربونت برم. چی از جونم میخواد؟ دیدم چی کار کردی. من چی نمخوام از یه قربونت برم من. بیا این برد چی آورده؟ بیا بخور گرد زفت نه. این کتاب اینم سیر برد رو بود. نون پنیری چی مخواستم برد بیارم که نون نشتیم؟ آقا برد چی به من نمویی که نون نری؟ بیا قربونت برم. و خود برت زفت نه خودم رفتی سر یخچال گذاشته بودم واسه مهمون. ای قربونت برم. تو میافتی که برو پشت سرت گل بریزه. من میافتم که مرم به تلی به تو بکنی. ای قربونو خندت برم. چون خدا شوهر به این خوبی کجا پیدا میکنی ها؟ ها پاسمونم بگردی شوهری بس من پیدا نمکنی. بری بری قرونت بری 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 عزیزم بری قرونت بری 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 آبا ساقا من نمیام تو برو. خب دست تو چی بکنه ما؟ مهدی بچه هم از خواب بیدار میشه میبینه کسی نیست میترسه. تو برو. آه دلم نمیاد چون اینجا تنها. بله نه تر من لولو نمیخوره. تو برو. بله دلم طاقت نمیاد. تو برو. ای خدا من چی بکنم؟ چی باید کنید؟ ای خدا منو بکن. بعد بکن منو بکن.
آقای دوگر سلام. حالت خوبه امو عزیز؟ ممنون. دختر که با مادرش رفت آقا. مطمئنی مادرش بودم عزیز؟ آره. دست درد نکنه. خیلی متشکر. خدا حافظ. خدا حافظ آقای دوگر. تو اینجا نیم؟ دلم هزار را شبه کنه من بچه هم رفت همین کوچه من اینجا کجایی من این؟ والا شاید رفته شبانه روزی بری بریم اونجا بری بری بریم بری قرمی نیم یا علی نشستی؟ کجایی؟